برای گفتگو بیشتر در این مورد همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای نامور خیلی خوش اومدین. برخی گزارش‌ها از نهایی شدن توافق خبر میدن و برخی هم از ادامه اختلافات بر سر بقایای اورانیوم در سسایت ایران. تحلیل شما از این وضعیت چیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. به هر حال اگر نگاهی کنیم به گفتارهایی که در ساختار حکومت تولید میشه، به نظر میرسه که بیشتر گرایش‌ها به انجام توافق هست. حتی اگر سخنرانی آقای رئیسی هم نگاه کنید، کنفرانس خبریش، اون جایی وایسید که به نظر میرسه قابل حل، فقط موضوع آژانس رو خیلی برجسته کرد و به نظر میرسه که در مجموع نگاه به مطبوعات، نیازهای ساختاری، نوع مذاکرات، نوع تبلیغات نشون میده که انجام توافق بیش از گذشته بر عدم توافق میشه. اگه صحبت آقای کمالبندی هم در گزارش اشاره کردن گوش کنید، آقای کمالبندی میگه آژانس زیاده خواهی میکنن، ولی مربوط به مطالبات فعلی آژانس در مورد مسائل بعد از برجامه، چون موضوعی که ایشون اشاره میکنه مربوط به تعهدات ایران در برجامه که ایشون میگه چون آمریکا و غرب از تعهدات برجامه خارج شدن، ما هم از تعهدات برجامه خارج شدیم. بنابراین زیاده خواهی مربوط حتی به 2003 نیست، مربوط به الان هست. به نظر میرسه که در مجموع همه چیز به سمت توافق هست، مضافه بر این که این توافق موقعیت ایران رو حداقل 9 سال به عقب میرونه. یعنی اون چیزی که میگن آستانه هسته‌ای، این توافق آستانه هسته‌ای رو حداقل 9 سال به عقب میرونه. و معلوم نیست مخالفین بر مبنای چه چیزی معتقدن که این توافق انجام بشه ایران وارد هسته‌ای خواهد شد. و اون چیزی کاری که توافق میکنه اتفاقا موقعیت ایران رو تبدیل شدن و استفاده کردن از این موقعیت برای ساخت بمب هسته‌ای به طور کامل ازش میگیره. یعنی برجام نوع بازرسی و مانیتورینگی است که اجازه نمیده ایران به ساخت بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. خب آقای نامور، چقدر امکان داره که سفر مقامات اسرائیلی به واشنگتن نظر مقامات دولت بایدن رو در مورد توافق احیای برجام تغییر بده؟ بله، ببینید، اون چیزی که میتونه مذاکرات رو به عقب بندازه و تأخیر بندازه اتفاقات پیش بینی نشده است. مثلا فرض کنیم چند تا آمریکایی توی عراق کشته بشن یا اقدامی در خاک آمریکا اتفاق بیفته یا اینکه اسرائیلیا بدون هماهنگی حملات خرابکارانه علیه سایت‌های هسته‌ای را انجام بدن. در غیر این صورت بعید میدونم اسرائیل الان بتونه کار بزرگ انجام بده. اسرائیل سعی میکنن که از دستیابی ایران به منابع مالی به طور گسترده جلوگیری کنن. دومی که مطمئن بشن آمریکایی‌ها در مورد هر نوع تخلف ایران از مسائل هسته‌ای به شدت برخورد خواهد کرد. و سومی که قول‌های امنیتی بگیرن در مورد همکاری‌های لوجستیکی، حمایت‌های آمریکا برای مقابله و مونیتورینگ برنامه هسته‌ای ایران. و چهارم اینه که از اینکه ایران بعد از توافق هسته‌ای در منطقه نفوذ خودش رو گسترش بده یا کارت‌های بازی خودش رو افزایش بده، قطعاً اونها میخوان که آمریکا با این هم مقابله میکنه. این چیزیه که آمریکایی‌ها و کشورهای عربی هم حمایت میکنن ازش و طبیعتاً اسرائیل میخواد پیمان ابراهیم رو ببره به این سمت که از نفوذ ایران در منطقه جلوگیری کنه. طبیعتاً آمریکایی‌ها هم از این هم حمایت میکنن.